چطوری بچه ها، خوش اومدین به رادی اکتیو زون. امروز تو این ویدیو میخوایم به ترک آن آفیشالی که گادپوری دیروز ریلیز کرد روی تلگرامش. حالا چرا میگم آن آفیشال؟ چون فقط نوشته اونطور که حالا توی تلگرامش هست، نوشته فقط دلیه، هیچ جای دیگه هم اپلود نمیکنه، نه سانکلاود، نه یوتیوب، نه اسپاتیفای و میکس ماستر هم نداره. کف خیابون رو نوشته و حالا اسم ترک از جناب سروان منو بی خیال، احتمالاً سیاسیه بعد از اون اتفاقای سنگینی که با هیپوپولوژیستاش تا اون بیف عجیب غریب. فکر کنم یه هفته نگذشته که الان اومده یه ترک سیاسی داده. 2 دقیقه 33 ثانیه، سری بریم و بیایم و این ترک رو با هم بشنویم. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسی. خب بچه ها، بریم سخت این ترک. همونطور که گفتم نه کاوری داره، نه موزیک ویدئوی داره، هیچی نداره. واسه همین من یه عکس از خود پوری میذارم روی صفحه و آهنگ رو پلی میکنم که حداقل یه چی رو صفحه باشه. ببینیم که چطوری هستیه. جناب سروان منو بیخیال. اگه هم ترکی از بچه که دوست داریم من ریاکشن برم، چون بدونم چند تا از بچه های نسل چهار مثل مجهول، کیارپ و ریبار هر سه تا ترک دادن دیگه. فکر کنم یه ترک دیگه هم هست، آها ترک مهرادیدن و خلصه و یکی دیگه هم هست اون ترک سیجل فکر میکنم، اونم دیروز ریلیز شد، اونم احتمالاً ریاکشن میرم کپی رایت داره، واسه همین دارم فکر میکنم که چطوری برم که کپی رایتش رو دور بزنم. بریم ببینیم که این ترک یعنی جناب سروان منو بی خیال چطوری است. برو بریم. اینجا خیلی از حرفا رو نمیشناسم چون هشتا گرو نوخ ده صبح دم حفاظت، چشاتو میبندن و میری واسه قضاوت. میگه این اینجا نمیشه خیلی از حرف رو زد. چرا؟ چون ایرانه. چون اگه 4 کلم بیا استوری بذاری و بیای آهنگ بخونی میگیرنت. و الان حالا میگه چرا نمیتونی سیاسی خونی، چرا در واقع من سیاسی نخونم. بازم یه ترک نیمچه اعتراضی داد توی اون در واقع اوج این تظاهرات و این انقلاب، ولی الان داره توضیح میده که چیه داستان. چون هشتا گرو نوخ ده صبح دم حفاظت، چشاتو میبندن و میری واسه قضاوت. یا 4 میذارن جلوت پر حماقت، امضا نزنی چکا میکنن تدایت، یه پوشه میذارن جلوت شونو دای سمات. جالب این چیزی که داره الان راجر صحبت میکنه، این اعترافای اجباری چرت و پرتی که خیلی از کسایی که الان یا زندانن یا اعدام شدن یا زندان بودن آزاد شدن، همشون به خاطر کارهایی که نکردن یه کاغذ آچار پر چرت و پرت به قول خود گادپوری که میگن آقا باید امضا بکنی. که منو یاد چیز میندازه، اون آخرین موزیک ویدئویی فکر کنم اسمش فال بود از تو ماج که اونو داد و بعدش گرفتنش، هنوزم هیچ خبری ازش نداریم. امیدوارم مثل خیلی از کسایی که آزاد شدن، مخصوصا مثل آرمیت عباسی که داستانا داشتیم سر این آرمیت عباسی و آزاد شد، امیدوارم تو ماجم زودتر آزاد بشه. چشاتو میبندن و میری واسه قضاوت، یا 4 میذارن جلوت پر حماقت، امضا نزنی چکا میکنن تدایت، یه پوشه میذارن جلوت شونو دای سمات. فوقر نیارن خونه وادت میام به جای، پرینت میکنن گلچین حرفاتو از شعرات، روابط نامش رو اتم رو میکنن نیداد. جناب سروان منو بی خیال به نامو کی کشت، جناب سروان منو بی خیال عرفانو کی کشت، جناب سروان منو بی خیال مهرانو کی کشت. راست میگه، یعنی درد دل همه ما مردم ایران. الان آقا میگه منو بی خیال، اگه من رفتم فاکین دیده چک زدم تو صورت یکی، اگه رفتم خیابونا بستم، آقا منو بی خیال، برو باز کن ببین که مهران رو کی کش، برو ببین ندا رو کی کش، برو ببین کسایی که الان مردن اعدام شدن حکم اعدامشون اومد اونا رو کی کشت، نیکا رو کی کشت، مهسا رو کی کشت، نه که بیایم منو بگیریم وسط. خیلی باحال حرف زد. مهرانو کی کشت، من فقط رپرم و قاتلا رو بگی. بی خیال من بگو دخترامونو کی زد، بی خیال من شو بگو خدا نورو کی بست. با بده منو قضا زاهدانو ببین، من فقط رپرم و جانی ها رو بگی. میگن موزیک نده نکو شرایط تو عادی، یا میدی اعتراضی میری تهش انفرادی، منتقدایش که ندیدن یه لباس شخصی، رو گوشیشو نیفتاده یه نوکال رایدی. این او شت، این حالا یکم زنم آقا ببینم چی میگه. ولی امروز یه جلسه ای بود توی دانشگاه جورج تاون واشنگتن، یکی از دانشگاه خیلی خوبه واشنگتنه، که یکی از بزرگترین اتفاق و قدم برای این انقلاب هم بود، حامد اسماعیلیون بود، رضا پهلوی بود و اگه اشتباه نکنم مسیح علی نژاد و چند نفر دیگه و نازنین بنیادی، یعنی همه کسایی که الان در واقع لیدر این انقلاب بودن و دور هم جمع شدن و برای اولین بار یه چیزایی امضا می‌کردن و یه سری صحبت‌ها کردن. یه صحبت خیلی جالبی که
حامد اسماعیلی اون کار گفت آقا اگه کسی الان داره زندگی خودش رو میکنه، اگه بقاله برگشته داره بقالیش رو میکنه، اگه آرتیست برگشته داره آرتیستش رو میکنه، بهش گیر ندید. ما حواسمون باید حواسمون به جریان اصلی انقلاب باشه، همون حرفی که من زدم، ولی نمیتونیم ما زندگیمونو برای حالا فعلا مدت ها بذاریم روی پاز که ببینیم حالا کجا پیش میره. و اگه کسی بخواد برگرده به زندگی عادیش، اگه بقاله بخواد بره بقالیشو بکنه، اگه یوتیوبره بخواد ویدئوهای قبلیشو آپلود نکنه، کاری درست نمیشه. الان پوری هم میگه آقا من 4 تا آهنگ دادیم، همه گفتن میخوام عادی سازی کنید، من عادی سازی نمیخوام بکنم. اگه هم از اون طرف اعتراضی بخونی ما رو میگیرن، پس ما باید چیکار کنیم؟ من آرتیست تو ایران باید چیکار بکنم؟ اعتراضی میری تاش انفرادی، معتقدایش که ندیدن که لباس شخصی رو گوشیشو نیافتاده یه نوکال رایدی، خیلیام که نبردن از انسانیت بویی، خیلیام شدن اسیر اعتراف زور. این نوکال رایدی هم وقتی که زنگ میزنی به عنوان ناشناس روی حداقل رو آیفون مینویسه نوکال رایدی، احتمال روی بقیه گوشی هم همین. دن از انسانیت بویی، خیلی هم شدن اسیر اعتراف زوری، اگه به من بود که میدادم بزنم سر بولوار پرو غلام رضا تختی اسم حمید رضا روحی روزا کافی شاپی همه رفیقا بغلت، شبا استوری میزنی نه به جیم و الف، این منم که دنبال یاشنا در به دره که رفیقشو بعد یه ماه حبس بیاره درش، خفه خونم تا نیفتن عزیزان به خطر، ولی در شکست مثل ماهی گیرای خزر، چرا نمیزنه پدافند اشتباهی پرواز حامل پرستوها را به قطر، جنان سروار منو بی خیال به نامو کی کشت. این جدی بد نیست، خیلی قشنگ گفت، خیلی قشنگ گفت و از واژه پرستو هم استفاده کرد، کلمه‌ای که قبلا هیپوپولوژیست هم استفاده کرده بود تو آلبوم کپسولش، نمیدونم کدوم، بتمن بود فکر کنم، چرا که بتمن بود. و واقعا میگه آقا چطوری اون هواپیمایی که کلی مردم با چیز مردم که نبود، از خداتون بود، بردن قطر، اونو کسی نزد. چی میشه که اشتباه انسانی واسه پرواز اوکراینی اتفاق میفته ولی برای پرواز قطری اتفاق نمیفته؟ جناب سروار منو بی خیال ارفانو کی کشت، جناب سروار منو بی خیال مهرانو کی کشت، من فقط رپرم و قاتلا رو بگیر، بی خیال من بگو دخترامونو کی زد، بی خیال من شو بگو خدا نورو کی بست، وابد منو اوضاع زاهدانو ببین، من فقط رپرم و جانیا رو بگیر. شاید منم باید پیجامو میکردم رسانه، سه ماه بعد عدد فالوور میرسید میلیون، شاید بعد ترک سیاسی جمع میکردم، رادیو میخرید ازم 20,000 تا مینیمو، شاید بعد ریتوییت میکردم هرچی میبینم، برا خبرای کس میساختم یه تیری بود، ولی من هیچ کدوم از این کارا رو نکردم، نکرده هم بیشتر حق کرده یه سری تو. پانچو دیدی؟ پانچو واقعا دیدی؟ تموم کرد اصلا، میگه نکرده های من از خیلی از کردنهای شما بیشتره که هست. نمیگم حالا صرفا پوری، حالا بعد ببینیم، حالا هر کس کیس خودشو داره، ولی واقعا توی این جریان کسایی بودن که با نکردنشون از کردن خیلی های دیگه با اثرتر بودن، موثرتر بودن. و تمام. ترک فوق العاده باحال، یعنی شما اصلا پانچ آخر رو بذاری یه طرف، کل آهنگ رو بذاری طرف دیگه، آهنگ هم خفه هم بود ولی پانچش اصلا پشمام ریختوند ریزوند، ولی به نظرم خوب بود که اومد و این ترک رو داد، چون بالاخره خیلی انتقاد کرده بودن به گادپوری. البته یه سری مسائل هم هست، همیشه در واقع تو رپ فارسی و خیلی اصلا مثل فیلم هالیوودی میشکافن و در واقع داستانش این بوده که بعضیا میگن که همکاری گادپوری و حمید صفتی کمی وسط ساسه، یکم این وسط مشکوکه و حالا شاید الان رابطهش بهتر شده اومده ترک سیاسته، ولی همیشه میگم بعضیا هستن که دوست دارن بشکافن ببینن که داستان چیه، ولی زیاد جدی نگیرید. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدئوهای بعدی. زن زندگی آزادی.